سلام عزیزان حالتون چطوره امیدوارم که همگی صحیح و سلامت باشید و روزای خوش رو بگذرانید. توی بخش نه از کتاب گرامر فور آیلز هستیم و بخش بعدیمون که در واقع رفلکسیو Pronouns هستن رفلکسیو Pronouns یعنی زمائر انعکاسی میرور هم بهشون میگن چون ما تو میرور یا تو آینه هم این انعکاس رو داریم خب بریم ببینیم که اصلا ضمائر انعکاسی یا همون رفلکس پرونز یعنی چی نکته اول این که بهتون بگم دقت کنید وقتی میگیم پرونز یعنی اسم نیومده و به جاش یک زمیر اومده این برمیگرده به ویدیوهای قبلی که باید اونا رو خوب نگاه کنید و متوجه بشید که وقتی میگیم زمیر یعنی چی خب حالا بریم تو قسمت بعد و شروع کنیم و ببینیم که راجع به چی میخوایم دقیقا صحبت کنیم خب اولین قسمتی که داریم میخوایم ببینیم که این رفلکسی Pronouns اصلا کجاها میان بذارید قبل از اینکه بگم کجاها میان بگم اصلا چی هستن رفلکسی Pronouns همونایی هستن که آخرشون یه سلف میاد یعنی چی؟ myself, yourself, herself, hisself نمیدونم himself یا ourselves جمع بشه فرق میکنه yourselves themselves وقتی جمع بشه شکلش فرق میکنه اوکی اینا میشن ضمایر انکاسی حالا ببینیم کاربردشون چیه و کجاها به کار میان خب ببینیم بچا یکی از کاربردهایی که برامون نوشته گفته زمانی استفاده میشه که فاعل و مفعول یکی باشن یعنی چی فاعل و مفعول در یک فعل در یک جمله یکی باشن مثلا اینکه من خودم رو تو آینه دیدم اوکی okay. فائل کیه چه کسی عمل دیدن را انجام داده من کیو دیدم خودم رو دیدم پس فائل و مفعول یکی هستن در این گونه مواقع ما از ضمایر رفلکسیو استفاده میکنیم اوکی okay. ببینیم اینجا چه مثالی برامون زده Can you prepare yourself a pack of if میگه که You can prefer yourself a packed lunch if you like. خب قراره که من خودم برای خودم یه پک غذا درست کنم. خب پس فائل خودم هستم برای چه کسی بازم برای خودم. پس فائل و مفعول در این جمله یکی هستن. میشه reflexive pronouns هر دوش خودمم. هم. این یه نوعه این یه کاربرد reflexive pronouns هست. کاربرد دیگه رو ببینیم چیه؟ زمانی که میخوایم گفته emphasis to the subject or object زمانی که میخوایم تأکید کنیم تأکید کنیم به حالا یا فایل یا مفعولمون یعنی چی؟ نگاه کنی جمله رو مثلا I clean the kitchen and the living areas myself من خودم این کارا رو انجام میدم پس این دیگه فایل و مفعول یکی بودن نیست اینجا تأکیده مثلا به جای این که بگه من این کارای نظافت رو انجام دادم داره تاکید میکنه که من خودم انجام دادم و کسی دیگه کمکم نکرد کسی دیگه نبوده که این کار انجام بده من خودم انجامش دادم اوکی okay. جمله رو ببینید یه بار دیگه میخونم I clean the kitchen and the living room the living areas myself I do it not nobody else من انجام میدم و نه کسی دیگه دارم تاکید میکنم اوکی okay. کاربرد دیگه ای که داره با بای میاد ببینید اینجا نوشته with by به همراه بای میاد به چه معنا؟ به این معنا که من این کار رو تنهایی انجام دادم ببینید to mean on my own یا on your own on my own on your own یعنی خود تنهایی با بای که بیاد به این معنا میشه یعنی چی؟ مثلا I clean the kitchen and the living room areas by myself همون جمله بالایی رو آورده یه بایم اضافه کرده داره تاکید میکنه که آن my آن یعنی خودم تنهایی انجامش دادم فرق چندانی نداره فقط تاکید بیشتر داره که واقعا کسی کمکم نکرد و همه رو خودم تنهایی انجام دادم اوکی okay? مثال بعدی و کاربرد بعدی که داره گفته بعد از یه سری اصطلاحات میاد بعد از یه سری اصطلاحات میاد با چی با yourself و yourself زو اینها دقت کنید yourself میدونید که تو زبان انگلیسی یو در ستون مفرد ها و در ستون جمع ها youه. دیگه تغییر نمیکنه ولی وقتی self میگیره yourself میشه تو یه نفر yourselves میشه شماها خودتون جمع میشه دیگه یه نفر نیست یه جمعی رو در نظر گرفته اوکی okay. مثال بزنید help yourself مثلا help yourself help yourself معنیش نیست که به خودت کمک کن این به معنی بفرماییده ما تو زبان فارسی یه بفرمایید داریم به معنی اینکه بیا تو اینو بگیر بفرمایید بخورید و حالا بفرمایید های دیگه ولی در زبان انگلیسی خب هر کدوم یه چیز هستن این help yourself خیلی حالت رسمی اینه که توی یک مهمانی به مهمانتون بخواید بگید بفرمایید میل کنید میگیم help yourself یعنی از خودتون پذیرایی کنید okay? بعدی look after yourself مراقب خودت باش مراقب خودت باش از خودت مراقبت کن کی okay? یا مثلا uh, enjoy yourself enjoy yourself یعنی لذت ببری خوش بگذره بت enjoy yourself معنیش نیست که با خودت لذت ببری یا همچین چیزایی معنی نمیده کلا معنیش اینه که خوش بگذره بهت اینجو یورسف خوش بگذرون بهت خوش بگذره okay. پس کاربورد های دیگه این رفلکسیو پرونانس بود حالا ببینیم چند تا مثال بیشتر ببینیم که بیشتر متوجه بشیم که ما داریم دقیقا چی میگیم و کاربورد های دیگه شکل های دیگه استفادهش تو مثال های دیگه چی هستن بازم تاکید میکنم که تو قسمت مور examples هستیم و توی مور examples مثال ها تو کتابتون نیستن تو کتاب دنبالش نگردید اینها رو براتون از دیکشنری نوشتم که هم منبع معتبری باشه و هم بهتر به یادگیریتون کمک کنه میخونیم با هم Look at yourself in the mirror یه نگاهی تو آینه به خودت بنداز yourself قراره که فایل و مفعول هر دو خودت باشی خودت بری خودتو تو آینه نگاه کنی بعدی She made herself a cup of tea اون برای خودش یه فنجون قهوه درست کرد. پس او فاعل مونه برای خودش این کار کرده. مفعولم خودشه. برای خودش این کار کرده. اوکی؟ okay. بعدی he's lived by himself since his wife died. اینجا با بای اومده. by himself یعنی خودش تنهایی. از وقتی که همسرش فوت کرده he's lived by himself. خودش تنهایی زندگی کرده است تا کنون. یادتون میاد این اسی که اینجا آمده ایز نیست هز lived چون پشت سرش ما فعل قسمت سوم داریم این هز حساب میشه پس میشه هی هز lived اگه یادتون باشه یعنی چیزی که از گذشته شروع شده و تا حال ادامه داره یعنی از زمانی که سینس هم داریم تازه سینسی که اینجا آمده نشون میده که ما داریم راجع به یک چیزی صحبت میکنیم یک اتفاقی صحبت میکنیم که از گذشته شروع شده و تا به حال ادامه پیدا کرده او از اون زمانی که همسرش فوت کرد تا حالا تنها زندگی کرده است By himself خودش تنهایی okay. بعدی they seemed very pleased by themselves این هم مثل بالاییه منتها pleased by themselves یعنی خیلی از خودشون خوششون اومده بود یعنی خیلی از کاری که کرده بودن راضی بودن خودشون از کاری که خودشون انجام داده بودن راضی بودن اوکی okay, میبینید چقدر حالت فایل و مفعول یکی بودن درشون هست و آخریش I can look after myself من خودم میتونم مراقب خودم باشم یعنی به یک فایل دیگه نیاز ندارم خودم میتونم مراقب خودم باشم بازم فایل و مفعول یکیه و این look after مثل اونایی بود که تو بخش آخر صفحه قبل براتون گفتم مثل enjoy yourself مثل look after yourself یه همچین چیزه این هم جزء اونا محسوب میشه که گفتیم بعد از یه سری افعال خاص استفاده میشه این جزء اوناست I can look after myself من خودم میتونم مراقب خودم باشم خب یه بخش دیگه که داریم و این ام بخش کوتاهی هست که در واقع میخواد به ما بگه فرق ایچ آدر کاربرد ایچ آدر و وان انادر رو در جمله میخواد برمون بگه جمله ها رو بخونیم ببینید چی میخواد بگه منظورش چیه ببینید گفته the boys taught themselves English ببینید این themselves اینجا آمده the boys taught themselves English یعنی بچه ها به خودشون یاد دادن یعنی چی؟ یعنی چند نفر نشستن به همدیگه یاد دادن یا هرکس خودش نشست برای خودش خوند معنیش رو ببینید یعنی each boy taught himself انگلیش. یعنی هرکس خودش تنهایی نشست خوند هرکس خودش برای خودش نشست خوند جمله رو بخونید یه بار دیگه the boys taught themselves. یعنی خودشون یعنی self استادی کردن هرکس خودش برای خودش خوند ولی جمله بعدی The boys taught each یا yeah, the boys taught one another. Some new words. توی این جمله بعدی ایچ آدر یا one another رو داریم. ببینید میخواد با این زنوار انعکاسی مقایسهشون کنه. تو زنوار انعکاسی یعنی همونطور که قبلا گفته بودیم فایل و مفعول کیه؟ هر کس خودش یاد داده به کی یاد داده به خودش یاد داده یعنی خودش تنهایی بر خودش خونده سلف استادی کرده ولی توی پایینی که each other یا one another داریم یعنی به هم دیگه یاد دادن پس اینجا دیگه زماره انکاسی نمیتونیم به کار چون یکی نشسته به یکی دیگه یاد داده فایل و مفعول جدا شدن دو نفر مثالمون رو بخونیم مثالی که خوندیم براتون the boys taught each other یا one another some new words و معنیش یعنی each boy taught the other boy some new words یعنی هرکس به اون یکی یه چیزای دیگه یاد داد خب اینم از این بخش اینم از این بخش توی بخش بعدی با قسمت های دیگه و ادامه فصل نه در خدمتون خواهیم بود اینجا فصل اینجا این قسمت و این ویدیو رو تموم میکنیم و میریم که قسمت های بعدی و ادامه مطلب رو توی ویدیوهای بعدی داشته باشیم فعلا ازتون خداحافظی میکنم تا قسمت بعد و ویدیوی بعدی امیدوارم که مطالبی که تا اینجا بود رو یاد گرفته باشید و متوجهشون شده باشید